رضا ایرامنش بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون و از جانبازهای شیمیایی جنگ ایران و عراق به دلیل وخامت حالش تحت عمل جراحی قرار گرفت و ساعتها توی کما بود. با ما همراه باشید، راجع به آخرین وضعیت این بازیگر صحبت میکنیم و در مورد علت بستری شدنش و ماجرای 17 بار به کما رفتن و از کار افتادن توان حرکتیش هم صحبت میکنیم. فیلم کوتاهی رو هم از شب گذشته که رضا ایرامنش مشغول نوشتن وصیت‌نامه‌اش بود هم میبینیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. بابک نوری بازیگر پیشکسوت کشورمون در مورد آخرین وضعیت رضا ایرامنش بازیگر و از جانبازان دفاع مقدس صحبتهایی رو انجام داد و گفت روز گذشته ششم تیر ماه رضا ایرامنش عمل جراحی سختی رو داشت، به همین دلیل چند روزی رو در بیمارستان بود و شورای پزشکی براش برگزار شد و پزشکا تشخیص دادن که باید هر چه سریعتر عمل جراحی براش انجام بشه. رضا بارها توی چند سال اخیر به کما رفته و بیش از 17 بار به کمای عمیق رفته و یک بار حتی حالش رو به وخامت هم بود به خاطر جراحتی که از جنگ تحمیلی داشته و اثرات شیمیایی که در بدنش وجود داره بارها مورد عمل جراحی قرار گرفت. اون چند سالی هستش که به خاطر عوارض شیمیایی که روی بدنش اثر گذاشته دچار مشکل در راه رفتن شده و بدنش هم تاولهای خیلی بدی میزنه که واقعا هم غم‌انگیزه و هم وحشتناک. واسه همین اتفاقات و عوارض هم مجبور شد روز گذشته به بیمارستان بره و تحت عمل جراحی قرار بگیره. پزشکاش بعد از عمل وضعیتش رو رضایت بخش دونستن، ولی تا اطلاع ثانوی اون رو ممنوع ملاقات کردن و کسی نمیتونه اون رو فعلا ملاقات بکنه. بابک نوری همینطور یادآوری کرد که رضا ایرامنش بیش از 17 بار به کما رفته و چندین مرتبه دکترها از اون قطع امید کردن، ولی به خاطر روحیه خوبی که رضا داشته تونسته با بیماری و عوارض شیمیایی که در بدنش وجود داره مقابله بکنه. آخرین عملی هم که رضا ایرامنش انجام داد تونست سلامتیش رو به دست بیاره، ولی خب بعد از یه مدت دوباره عوارض بیماریش تشدید پیدا کرد و کارش به بیمارستان رسید. بابک نوری بیان کرد که رضا سال هاست که توان کار کردن داشته اما نشده و نذاشتن. ایرامنش چند طرح و فیلمنامه نوشته بود و جای مختلف ورده بود اما خیلی بهش توجهی نشد. ایرامنش یادگار جنگ، پیشکسوت هنر و فیلمسازی و از بازیگرای قدیمی است، ولی خیلی باهاش همکاری نکردن و خیلی حمایتش نکردن توی این سالها. الانم که سینما و تلویزیون شده جای یه تعداد آدم مشخص و با این همه فیلمی که ساخته میشه همچنان به بازیگرای قدیمی ظلم میشه. نمیخوام در این شرایط چنین حرفایی رو بگویم که به یاد رضا بیفتید، اما چنین مواردی ظلم است و 4 روز دیگر چنین افرادی رو یادشان میرود. کاش میتونستم با صدای بلند بگم که 4 روز دیگه رضا ایرامنش رو یادتون میره. وی افسود رضا ایرامنش قدرت بازیگری، نویسندگی و کارگردانی داره، اما وقتی این عزیزان از دنیا میروند تازه ما به یادشون میافتیم. برخی از جماعت ما بی‌معرفت هستند. چرا تنها چند بازیگر از یک سریال به یک سریال دیگر بروند و دیگران هیچ؟ بابک نوری که خودش هم سالهاست فیلم بازی نکرده گفته میتونم بگویم اگه یک کار و فیلمی به رضا پیشنهاد بشه قطعا حالش بهتر میشه و تو روند بهبود بیماریش کمک میکنه. همچنین از حمایت‌های دولتی هم که من اطلاعی ندارم و تنها می‌دانم در روز اول بیمارستان بستریش نمی‌کردم، ولی به ضمانت پزشک ایشان بستری شدن و بنا شد به دنبال کارهاش باشیم. وی در پایان صحبتاش هم خبر داد که همچنین بر اساس عمل انجام شده و جابجایی استخوان‌هایی که در بدنش قرار داده شده بنا شده تا 2 الی 3 روز آینده بررسی کنن و ببینن عفونت رخ داده یا نه، که امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشه و خبرهای تکمیلی رو خودم اعلام بکنم. سلام، ممنون از همه عشقتون، همه محبتتون، همه لطفتون به رضا ایرامنش نازنین. رضا ایرامنش امروز 6 تیر ماه بعد از 500 از اتاق عمل اومد بیرون و ایدوشوی خوبه و تو اتاقش داره استراحت داره. ممنون ملاقات، خیلی ها خواستن که بیان پیش رضا، فعلا شرایطش نیست.
و خیلی پرسیدن چی شده. رضا 17 بار تو کما رفته، بارها عمل جراحی شده و هنوز داره با این مشکل عوارض شیمیایی و جنگ داره دست پنجه نرم می‌کنه. و امیدوارم این عمل آخر که خیلی هم خطرناک بود و به خیر گذشت برای سلامتی رضا خوب باشه و رضا سلامتش رو دست بیاره. عوارض ناشی از جنگ و شیمیایی توی درونش غوغا میکنه، روی بدنش هم آثارش هست. امیدوارم دیگه شده باشه و این عمل آخر باشه. دو سوز آینده که شرایط معیم شد برای دیگرش هم به تو بگم که دوستان عزیزان و کسایی که روزا نگران رضا بودن بتونم بیم. رضا ایرامنش بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون که احتمالاً خیلی از نسل جدیدها اون رو نمیشناسن یا به خاطر ندارن، چون سال هاست فیلم جدیدی بازی نکرده به خاطر بیماریش. اون متولد 8 اردیبهشت سال 46 در جیرفت کرمانه. فارغ التحصیل فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تربیت معلم و دکترای هنره که به جز بازیگری، کارگردانی و نویسندگی هم انجام داده. ایشون از جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق و سالها عوارض شیمیایی ناشی از گاز خردل دست به گریبان او در بیمارستان بستری میشه. رضا ایرانمنش که اسم کاملش محمد رضا ایرانمنشه، در شهر کوچک جیروف در استان کرمان به دنیا اومد. مادرش خانه‌دار بود و پدرش فرماندار و بخشدار شهر جیروف. سال 60 وقتی که 14 ساله بود با دستکاری شناسنامه‌اش عازم جبهه شد. خودش میگه که من سن واقعیم متولد 46 هستم، ولی با دستکاری شناسنامه خودم رو متولد 44 نشون دادم و از همین طریق تونستم به جبهه برم. اون در بیشتر عملیات‌ها مثل ولفجر مقدماتی، ولفجر 3 و کربلای 1 و 2 و 4 و مرصاد و فاف حضور داشت. اون در جزیره مجنون شیمیایی اعصاب و روان شد و در کربلای 5 و بعد از اون هم در فاو و الفجر 8 در سال 64 وقتی که تنها 18 ساله بود به دلیل استشمام گاز خردل شیمیایی شد. شروع بازیگری ایرانمنش در سال 72 وقتی که 26 ساله بود انجام گرفت. اون با بازی در فیلم سجاده آتش که روایتی از عملیات کربلای 5 جنگ ایران و عراق بود بازیگری رو شروع کرد و تو همون اولین فیلمش هم نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم فجر در سال 72 شد. اون بعد از این در فیلم آخرین شناسایی هم حضور داشت که حضور موفقی در قاب سینما بود. فعالیت اون در تلویزیون برمیگرده به سال 77 و سریال مردان آنجلوس که خب توی اون فیلم با اینکه نقشش خیلی کوتاه بود ولی باعث بیشتر شناخته شدن اون شد. رضا ایرانمنش در سن 19 سالگی درست یک سال بعد از شیمیایی شدنش یعنی در سال 65 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر به نام غزل و یک پسر به نام علی هستش. خود رضا ایرانمنش توی مصاحبه‌ای که چند سال قبل انجام داده بود گفت من رکورددار به کما رفتن و مرگ مغزی هستم. من 17 بار به کما رفتم و 4 سال پیش هم یک بار مرگ مغزی شدم. شاید باورتون نشه ولی من 4 ساعت کامل مرده بودم و دکترها حتی قطع امید کرده بودن و منو به سردخونه انتقال دادن، ولی بعد از 4 ساعت دوباره به زندگی برگشتم. خاطرات واضحی رو هم از اون 4 ساعت به یاد دارم. احساس میکنم در خلا بودم و میتونستم هر جا که میخوام خیلی سری برم، اما دلم نمیومد از کنار جسمم جا به جا بشم. مثل یک خواب یا یک رویا بود برام. رضا ایرانمنش یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیش رو بازی نکردن در فیلم سینمایی از کرخه تا راین میدونه. میگه خیلی دوست داشتم که نقش سعید که علی دهگردی اون رو بازی کرد رو میتونستم بازی بکنم. چون خودم هم جانباز شیمیایی هستم، فکر میکنم که اونجا میتونستم حرف دلم رو بزنم. جالب بدونید که رضا ایرانمنش با توجه به این که اهل کرمان بودش، 4 سال یکی از سربازان قاسم سلیمانی بوده. توی اون تایم قاسم سلیمانی فرمانده لشکر کرمان بود، لشکر 41 سارالله، و اعزامی های استان کرمان از طریق این لشکر انجام می شد و رضا ایرانمنش هم یکی از سربازان قاسم سلیمانی بود. خودش میگه که توی تایمی که در بیمارستان بستری بودم چندین مرتبه حاج قاسم به عیادتم اومد و من رو از نزدیک دید.
از فیلم ها و سریال های رضا ایرانمنش میتونیم به سریال بهار در بهار، ترور، بربال دوست، خبرنگار خارجی، مردان آنجلوس، گالری نه، لانه شیطان، داستان یک شهر، پرونده های مجهول، توپ گرد، آخرین آواز ققنوس، دیوانه در شهر، وفا، تا صبح، ستایش، پیشواز، آخر خط و بی نشان اشاره بکنیم. از سینمایی های ایشون هم شاهد عینی، تلفن، کمین، دکل، آخرین شناسایی، سجاده آتش میتونیم اشاره بکنیم. آخرین حضور ایشون هم به عنوان بازیگر برمیگرده به سریال بی نشان که در سال 1401 انجام شده. با امید به بهبودی این بازیگر خوب کشورمون و رها شدنش از این درد و بیماری قدیمی و دیرینه براش دعا بکنید. امیدوارم که هرچه سریع‌تر حالش رو به بهبودی بره. حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید.